خانم واسرمن، فکر می‌کنید جنگ به کشورهای همسایه کشیده بشه و چقدر از مشکل کنونی اسرائیل ناشی از کشورهای منطقه است؟ چقدر نتیجه اختلافات داخلی در اسرائیل؟ So first of all, the Hamas managed to do what we in Israel didn't manage to do, and that is to unite all of us together. اول از همه حماس موفق شد کاری بکنه که ما خودمون در اسرائیل نتونستیم انجام بدیم و اون این بود که هممون رو با هم متحد کرد. افراطیون مذهبی، بخش‌های ملی مذهبی، سکولار، چپ و راست جامعه اسرائیل همه رو با هم متحد کرد. اسرائیل یک کشور دموکراتیکه. در ماه گذشته تظاهراتی علیه سیاست‌های دولت که ائتلافی از گروه‌های دست راستی صورت می‌گرفت. الان وزیر دفاع سابق به کابینه جنگی پیوسته تا یک دولت وحدت ملی رو تشکیل بدن تا جنگ هم توسط ائتلاف جناح راست و هم توسط اپوزیسیون هدایت بشه. بنابراین اختلافات داخلی دیگه در اسرائیل وجود نداره. این نکته اول. دوم، من معتقدم نقشه‌ای که جمهوری اسلامی از روی اون بازی میکنه راه اندازی یه جنگ منطقه‌ایه. این درگیری اسرائیل و فلسطین نیست و من فکر میکنم جهان هنوز به این درک نرسیده. رژیم حاکم در ایران تصمیم گرفت که از ایادی خودش استفاده ابزاری بکنه. در ضمن این مردم ایران نیستن که این کارها رو میکنن. روشن باشه که این رهبری ملاهای ایرانه که از حماس برای انجام کارهایی که مطلقاً ربطی به فلسطینی ها نداره استفاده ابزاری میکنه و اونها رو میاندازه وسط تا جاه طلبی های تهران در منطقه رو پیش ببرن. تهران میدونست که با تحریک اسلامگراهای افراطی در منطقه، ابتدا توسط حماس و بعد حزب الله، جلب حمایت علیه اسرائیل و یهودیان آسون خواهد بود. ملاهای تهران با استفاده از جهاد اسلامی و حماس به طور منظم روند مداومی رو برای بی‌ثبات کردن کرانه باختری در پیش گرفتن. اونها تونستن لبنان و سوریه رو هم وارد تلاش‌هاشون کنن و نیروهای اونها رو هم بسیج کنن. اونها همچنین میدونن چطوری خرج فناوری اونها رو تامین کنن. رهبران تهران به آرامی به اردن هم دارن نفوذ میکنن. اونا میدونستن که با انجام همه این کارها علیه اسرائیل و قوم یهود برای خودشون جلب حمایت خواهند کرد. بنابراین با اسرائیل از طریق حماس شروع کردن، اما برنامه بازی اونا صرفاً به اسرائیل محدود نمیشه. اینو دارن به وضوح میگن. حماس میگه، حزب الله میگه، جمهوری اسلامی که پشت سر همشون ایستاده میگه. برنامه‌شون دعوت عام به جهاده. میگن قدم اول رو باید در جنوب برداشت، قدم دوم رو در کرانه باختری، قدم سوم در شمال اسرائیل و اون وقت همه مردم، همه مسلمانان جهان باید اسلحه به دست بگیرن و تا حد امکان یهودیان رو بکشن. میگن بعد از اون بیت راق غرب و لیبرال ها و غیر مسلمانان و اونا رو هم بکشید. بنابراین این مسئله اسرائیل و فلسطین نیست. ما در اینجا بر روی بُعد محدودش متمرکز شدیم، به ویژه به این دلیل که خیلی فجیع بود، چیزی که از زمان تأسیس دولت اسرائیل هرگز ندیده بودیم. اونچه که روز شنبه 15 مهر ماه رخ داد، باز کردن شکم زنان باردار، تجاوز به زنان جوان، تجاوز به مادران جلوی چشم فرزندانشون، یهودیان رو به یاد هولوکاست میندازه. بریدن سر نوزادان، بستن دست و پای کودکان و نوزادان و بعد شلیک گلوله به سرشون. انسانیت هیچ وجه اشتراکی با این دیوانگی ها نداره. این کارها تنها علیه اسرائیل نیست، برخلاف وجدان بشریت و با افتخار این اعمال رو نشون میدن که انگار چیزی برای افتخار وجود داره و اون وقت میبینیم که بعضیا همچنان در کنار حماس ایستادن. این دیگه جنونه، دیوانگی محضه، چون جاه طلبی های کسانی که پشت این جنایت ایستادن تنها علیه اسرائیل نیست، اونا مخالف عادی بودن و ثبات منطقه و جهان هستن. جهان باید از خواب بیدار بشه. اونا از شیعیان عراق میخوان که از خونهشون بیان بیرون و به جنگ بپیوندن. حکومت ایران از شهروندان خودش خواسته تا داوطلب بشن و بیان و به جهاد در شمال اسرائیل بپیوندن. در حال حاضر در سوئد و در دیگر پایتخت‌های اروپایی شاهد حملات نه تنها علیه مؤسسات و کنیسه‌های یهودی، بلکه علیه فرانسوی‌ها، علیه سوئدی‌ها و غیره هم هستیم. این یه چیزیه که علیه بشریت و تنها علیه اسرائیل نیست. فکر می‌کنید این گروه‌ها قابل نابود کردن هستند؟ So first of all, destroying the capabilities of this particular organization is possible and it will be done. قبل از هر چیز تخریب قابلیت‌های این سازمان خاص حماس امکان پذیر هست و انجام خواهد گرفت. بله، کار ساده‌ای نیست، ابداً کار ساده‌ای نیست، کار یکی دو روز نیست، اما انجام خواهد شد. ضمناً ارتش اسرائیل که از غیر نظامیان فلسطینی خواست نوار غزه رو تخلیه کنن، برای این نبود که ما می‌خوایم نوار غزه رو تصرف کنیم. چنین هدفی نداریم. به این دلیل هم نبود که ما علیه مردم فلسطینی
هستین در غزه یا در کرانه باختری هستیم، چون نیستیم. دستور تخلیه برای این صادر شد که ما می‌خواهیم تا حد امکان از تلفات غیر نظامیان فلسطینی جلوگیری کنیم. ما میتونستیم بریم و مکانهایی رو که میدونیم حماس اونجاها پناه گرفته بمباران کنیم. جاهایی که اونا قایم میشن معمولا جاهایی که جمعیت غیر نظامی هست، اما ما این کار رو نکردیم. ما از مردم خواستیم که به طور موقت از اونجا خارج بشن تا مطمئن بشیم که داریم فقط دخل حماس رو میاریم. وزیر دفاع اسرائیل اونا رو محور شرارت نامیده، چون حماس واقعا محور شرارته. اما با خیلی از این تحریکات و با گسترش این ایدئولوژی میشه مقابله کرد، منتها نیاز به مقابله جهانی داره، چون انتشار این تحریکات از طریق کتاب‌های دبستانی داره صورت می‌گیره. نفرت و عدم مدارا چیزی است که میشه جلوشو در کتاب‌های مدرسه گرفت. تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشور اردن هنوز موافقت نکردن که حتی یک کلمه از برنامه‌های درسی مدارس خودشون رو حذف کنن. در مقابل امارات متحده عربی و عربستان سعودی این کار رو کردن. حتی قطر برنامه درسیشو کمی تغییر داده. مصر، تشکیلات خودگردان فلسطین، حماس و اردن حتی یک کلمه را هم تغییر ندادن. تحریکی که اونا باهاش مردم خودشون رو تغذیه میکنن و پرورش میدن هست که این نوع ایدئولوژی رو منتشر میکنه و این باید متوقف بشه. اتحادیه اروپا بالاخره امروز گفت که به دلیل این تحریکات بودجه سال 2024 تشکیلات خودگردان فلسطین رو حذف میکنه. یعنی بودجه ای رو که هر سال معمولا اروپا برای این تشکیلات در نظر میگرفت امسال دیگه اختصاص نخواهد داد. سرانجام اتحادیه اروپا به این درک رسید. حالا وقتی بعضیا به من میگن این پول برای مردم فقیر فلسطین بود، من بهشون توضیح میدم که هیچگاه مردم بیچاره فلسطین حتی یک دینارش رو هم دریافت نمیکردن، چون حماس کمک‌های بشردوستانه رو میدوزه و شواهد و مدارکی وجود داره که نشون میده پول‌های اروپا سر از نوار غزه در میاره و اونها هم چیزی رو که باید به مردم بدن نمیدن. حماس برق رو به مصرف اهداف خودش میرسونه، مسئولش که اسرائیل نیست. آب رو هم برای خودشون برمی‌دارن. 89% آب نوار غزه در اختیار حماسه. یعنی حماس کنترل 89% آب رو در دست داره. همه میگن اسرائیل به فلسطینی‌ها آب نمیده. آخه چه آبی به فلسطینی‌ها داده نمیشه؟ اسرائیل کنترل تنها 11% از آب رو در اختیار داره. بقیه آب غزه در اختیار حماسه. چرا مردم غزه آب به دستشون نمیرسه؟ تشکیلات خودگردان فلسطینی به عوامل حماس برای کشتن غیرنظامیان اسرائیلی، برای تجاوز به غیرنظامیان اسرائیلی، بریدن سر غیرنظامیان اسرائیلی پول هم میده. تشکیلات خودگردان فلسطین گفته که به خانواده‌های عوامل حماس که کشته شدن پول میده. بنابراین هیچ کس نمیتونه به من بگه که پول مالیات دهندگان اروپایی تا حالا صرف آموزش، منابع درآمد پایدار و فرصت‌های شغلی مفید برای فلسطینی‌ها میشده. نخیر، متأسفانه صرف حمایت از تروریسم می‌شده.